What's happening guys, پوریا رمنند هستم و خوش اومدید به واکتور بازی ال‌لرنینگ. خب گایز بریم به ادامه بازی برسیم. اینم از اون بود که پارت قبلی ما رو له کرد، الان ما اونو له کردیم، یعنی گفتیم بچه بیا پایین، اون بالا مالا خبری نیست. خب خیلی سریع میرسیم به کسل فول و اینجا در واقع یک اسمیتینگ استون 5 هست، برش میداریم. شما از این مسیر شما میتونید برید بالا، از این مسیری که میبینید برید اون بالا، ولی خب ما نمیریم اون بالا به دلایلی که حالا متوجه میشید. ما قرار بریم یه دری از پشت باز کنیم. بیم اینجا، یک نور زرد اون بالا میبینید اونجا، که اون نور در واقع نوریه که به باس میرسه و اینجا هم یه شورتکاته که به باس میرسه، ولی الان فعال نیستش. خب خیلی سریع میایم اینجا، این آیتمو بر میداریم، فور کالینگ فینگر رمدی، بعد میم دست راست، سری حلزون اینجا هست و اینجا میذاریم که بیان و میرید بالا. یه لحظه من دست راست به خاطر اینکه میافته که علتون یه دمیجی میده بهتون، برای همین اومدم یه خورده دست راست کنم دمیجو نخورم. خیلی سریع میام اینجا. این قلعه یه قلعه نسبتا سختیه، به علت اینکه انمیای سختی داره و جدا از انمیاش مواظب باشید این بمب اندازه بهتون دمیج نده، این بمب اندازه یکی هم از اونجا میزنه، دقیقاً همین رو می‌خواستم بگم. قشنگ مستقیم میرید تو صورتش و اینجور میخورید، غلط بزنید تونتون که اینجور نزنه تون. از بالا هم میزنه تون، حواستون باشه خیلی سریع بیاید پشت این، وقتی که تیرشو زد بهت دوید اینجا. یه دونه بمب انداز هم اینجا هست. خب اینجا این غیب شده، الان فکر نکنید رفته، اینجاست همچنان و اینه که رو مخه. خب اونجا آیتم دیگه نیست، اگه بود بردارید اینو بیاید اینجا، خیلی سریع همینو بپرید پایین. این پینت رو بر میداریم که این پارت میریم سراغش، اینم باز میکنیم. علت سختی این که اصلا انمی های معمولیش فقط نیست، یه سری بنیش نایت داره که خیلی وحشین، یعنی قشنگ میتونن تمامتون کنن. خب من در واقع از اینا هم یوز نکردم، بذارید از اینا من یوز کنم. اوکی اینو بر میداریم، یه اسمیتینگ استونه، بعد خیلی قشنگ میایم اینجا. اینجا یه لاسکریس هست جلوتر، ولی خب رسیدن به همون لاسکریس هم ساده نیست، به خاطر که یه فایت با یه بنیش نایتو داریم. خیلی سریع بیاد اینجا، اینجا یه تبره که میخوایم برش داریم و افتادیم پایین. چقدر عالی، میشه اونو بزنی حداقل حالا که افتادی پایین؟ مرسی مرسی. خیلی سریع دو دفعه میریم برش میداریم، ایراد نداره. اینم از این، تو هم بمیر، همونجاست که شورتکات رو باز کردیم. اوکی خیلی سریع میریم برش میداریم و اینجا یه فایت با یه بنیش نایت رو داریم که میگم احتمال مرگتون رو میده. اینجا گریت شیلد خیلی قویه، خیلی گریت شیلد قویه، یعنی اگه شما سپرهای بزرگا، این سپر بزرگا رو داشته باشید اینجا خدایی میکنید رسما. کوالیتی بیلدی که تا قبل این داشتیم میرفتیم، خوبیش و مزیتش اینه خب که خیلی جا شما میتونید، یعنی ادوانتج بهتون میده و خیلی جا میتونید کانتر اتاک کنید، حتی این نایت های بزرگ و نمیدونم خیلی چیزهای دیگه رو. این بیلد یه خورده قلق داره، اگه احساس کردید راحت نیستید همون بیلد رو بزنید، تاکید میکنم نگید چرا نمیتونم با این بیلد بازی کنم، چون این بیلد یه خورده اگریسیوه و جدا از اگریسیو بودنش اینه که باید شما بتونید با این سبک بازی کنید و حالا بازی براتون سخت میشه. اگر نمیتونید گفتم همون بلاد هانس فنگ رو ادامه بدید و با اون بیلد بیان. اونجا یه آیتم جا مونده، مهم هم نیست، از گورگی دراب شده، مطمئنا چیز خاصی نیست. اینجا دو تا از اینا میاد، حواستون باشه. ببینید جامپ اتک اینا رو دیوان شات میکنه، شما میتونید جامپ اتک بزنید. من برام یه آیتم دیگه دراب کرد. این آیتمایی که برامون دراب میکنن خیلی ارزش نداره و یک فایت سخت رو اینجا داریم و من از این استفاده میکنم. سریع برید تو صورت و شروع کنید از ریورز آف بلاد استفاده کردن. چون میگم این بیلد خورده بیلده که باید شما از قابلیت شمشیرتون استفاده کنید و الان نمیتونید اینا رو بکشید به این راحتی ها. ببینید به همین سادگی شما باید اینا رو بکشید. من در واقع از چیزی که دارم، از قدرتی که دارم استفاده میکنم، یعنی من سرعتم اینه، قدرتم اینه تو سرعتم، یعنی میتونم سریع انمی رو حذف کنم با این بیلد. خب
اگه نتونید حذفش کنید به جرات میتونم بگم خیلی ساده میمیرید. بیلد دفاعی نیست، شما هیچ دفاعی ندارید وقتی دو تا شمشیر دارید. خب و میتونه برای خیلی سخت باشه، برای همین میگم اگه نمیتونید بازی کنید این بیلدو، میتونید همون بلاد هام فنگو برید، همون بیلد قدیمی رو ادامه بدید و بیاید تا اینجا و بعد از اینجا هم با اون برید. علت این که تغییرش هم نمیدادم تا الان اینجوری بود این بود، ولی خب گفتم بیلد جدیدم ببینید بد نیست. خب بیایم اینجا، یه دونه ولف اینجا هستش که دری حذفش کنید تا اون یکی نایت نیومده. این نایت خوبیش اینه که زره نداره، این نایت که زره نداره در واقع خوبیتی داره که شما راحت تر میتونید حذفشون کنید. ببینید خیلی قوی هم، خیلی قوی هم این نایت ها اینجا، خیلی موی رد کردیم اتکش و اینو خورده بودیم مرده بودیم، همین سادگی بلادلاس میشه و این هم میمیره. خب ببینید یه استون سورد کی بالاست، میگم بعد از این ادوانتیجی که سرعتتون بالاست استفاده کنید، والا واقعا کار خاصی نمیتونید جلوی این انمی ها بکنید. خب میایم اینجا اینم برداریم، اوکی میام داخل اینجا دیگه تلپورت میکنم. اینجا یه دونه در واقع لژندری هستش، یه لژندری که نیاز دارید شما برای فلت کردن و تو مسیرتونه دیگه، اینو که دیگه فکر نکنم کسی از دست بده. خب اینو برمی‌داریم که اکلیپس شاتل اسمش، که لژندری قوی نیست. این میره سراغ باس فایت این مسیر، اما قبلش خیلی سری میایم اینجا شمشیر دو دستی میگیریم. اینجا یه فایت خیلی سخت رو داریم که من فقط میگم نمیرم توش، امیدوارم پارت، البته کات میزنم اگه بمیرم میارم اونجا، ولی خب کلا میگم پارت الکی طولانی نشه و این انمی خیلی فرق داره با اون نایت های قبلی، این خیلی فرق داره و به شدت قویه گایز، به شدت قویه، یعنی حذفش نکنید حذفتون میکنه. ببینید تمام شد، مردم الان. این هیل زدن اشتباه بود، این هیل زدن اشتباه بود و اینم در واقع تلیسمنی که بهتون میده خیلی فایت سختیه. جرات به جرات میتونم بگم که از فایت های خیلی سخته. تمام اشتباهش این بود که وایساد هیل کرد خودشو. جلوی ریورز آف بلاد اصلا نباید هیل کنید، حتی تو پی وی پی هم باید سعی کنید خیلی فاصله داشته باشید چون غیب میشید در یه لحظه. خب خیلی هم ایزی اینو بر میداریم. من یه لحظه نمیدونم چی، یه لحظه بایستید گایز، من یه چیزی رو شک دارم، احساس میکنم یه جا رو نرفتم و این شک برانگیزه برام، یه چکی بکنم باز. چرا حسی به هم میگه باید از اینجا بریم بالا، حسم اشتباه میگه، احساس میکنم. خب بریم این ور، از این تلیسمن که گرفتیمش، تلیسمن خیلی خوبی نیست ولی خیلی هم بد نیست. یه تلیسمن این پارت برمیداریم که خود فاجعه است، حالا نشونتون میدم ناسه چرا همچی چیزی طراحی بشه. خب میایم اینجا خب قبل از اینکه بیایم اینجا این مسیر رو بریم، اینم بیایم پر اینجا. اوکی اینجا میتونید بپرید پایین، اینجا یه سری موش هست، حواستون باشه وقتی میاید پایین، پر موشه کثیف. بیاید گوشه و شروع کنید با ریورز آف بلاد اتک دادن که اکثرشون رو بگیره. علت این که اومدم گوشه این بود که به جا باشم که دمیجم به همهشون بخوره. اسم دینگستون هشت میخوام که کاتانامو یه لول دیگه ببرم بالا. بیاید اینجا، اینم از این آیتم، یه رون آرکه و توی در اینجا بپرید پایین که چرا باید همچین کاری بکنم. یه دونه در واقع انمی هم بالا هست، اونم بکشم و بعد بریم سراغ باس فایت. باس سختی هم داره گایز، باس به شدت سختی هم داره. بذارید من این آیتمو چک کنم که توضیح بدم به تو چی کار میکنه، ببینم اصلا دارمش، میتونم که رفتش کنم یا نه، فکر نکنم بتونم که رفتش کنم. اوکی پس هیچی، یه روش داره این در واقع کشتن این باس فایتی که اینجاست. شما میتونید
بنیش نایت هایی که سامو میکنه رو با اون آیتم بگیرید برای خودتون و اونا اتک بدن بهش. اینم از این دشمن خواستم، اینم نباشه قیافه نحسش رو نبینم و همین رو تلپورت میکنیم اینجا. نبود اون رو بهتون توضیح بدم، اون یه آیتم خیلی مهم اتفاقا که شما میتونید بنیش نایت ها رو بگیرید برای خودتون و در واقع فایت بدن تو فایت کمکتون کنن. با این حالا حرف میزنیم، چیز خاصی نمیگه در مورد این روح ها، اصلا چیز خاصی ندارم واقعا. سول همون. خب اوکی، میام اینجا یه سری انمی هستش که میپره کلتون، حواستون باشه. نه دیگه نشو همه تون رو با هم به این سو. یه پایین اون هم میتونید بکشید. حالا من روشن کنم، شاید دیده نشه. اینا رو اگه از دور میتونید بکشید که اینا سامون نشن در واقع. چه قشنگ. حالا شما ببینید اینا رو سامون میکنن، میتونید اینا رو سامون نکنن. یعنی چی؟ یعنی شما بیاید مثلا با این بزنیدشون، یا مثلا با تیر کمون بزنیدش، میدونید چی میگم؟ اینجوری. خب میایم اینجا، این دستگیری رو میکشیم. این هم شورتکاتیه که در واقع از اونجا اومدیم، اینجا میاد سمت باس وایت. خب من اینجا مانا رو میزنم، میریم سراغ باس. اما قبلش بذارید ببینم داخل اینونتوری، بذارید ببینم شاید تو اینونتوری از این آیتم داشته باشیم. اینجا رو هم نداریم. اسم آیتمه رو من بگم بهتون، بت ویچ برانچه، یا حالا بت ویچ برانچ، یه همچین چیزیه که میتونید سرچش کنید، لوکیشنش رو پیدا کنید کجا باید بگیرینش. قابل کرافت هم هست ولی اوکی بذارید ببینم این چی کار میکنه. یه خورده سخته این باس فایت اگه بخوایم اینجوری بکشیمش. جاست کامون، سری میمیکو سامون کنید. اوتا منشنایت میاره که این یه خورده دردآوره باید برامون. اگه میدونستیم یه دونش هم بگیریم خیلی خوب میشد. ببینید دقیقا همون منشنایته که خیلی دوستش داریم ما و خیلی عزیزه برامون. سریع منشنایت های دورش رو حذف کنید، خیلی باید ساده میشه گایز. اوکی جاست چیز من خوبه. این قدرتش دیگه از بینه، دیگه این کاری نمیتونه بکنه این باس. میتونه یه کاری بکنه مثل این که نه واقعا کار خاصی نمیتونه بکنه. یه دفعه مسیرش رو عوض میکنه، این خیلی مسخره است که یه دفعه تارگت اصلا عوض میشه. دیدی چه دمیجی داد؟ من حرفی ندارم. میگم این باسی که شاید یه خورده براتون سخت باشه و کشتنش ساده نباشه براتون. تموم، مرسی میمیک. خب و اینم از این باس باید که شما الان میتونید آرمورش رو برید از اون پیرزنه داخل راوند تیبل بگیرید. من لول اپ کنم، من زخم خوردم از پارت قبلی، نزدیک 250,000 تام رفت. لول اپ کنم من اینو بیارم باز رو 55. اوکی اینم از این. خب اینجا میریم قسمت دوم، در واقع قسمت دوم که نگیم، در واقع یکی تیکه از کتیبه ها رو بر میداریم که برای رفتن به این قسمته، یعنی قسمت بالایی ماونتن آف جاین که یه جای سیکرته یا سیکرته و یه جای مخفیه. خب اینم از این رو بر میداریم. خب حالا این رو که برداشتیم خیلی سریع دیگه با اینجا کار نداریم، همه اینا رو رفتیم. اینجا یه دونه شارد مونده، یه دونه در واقع آیتم شارد مونده به اسم، از این شاردا که دیدید قبلا هم برداشتیم، حالا مهم نیست انقدر، ولی برای اون نیومدم اینجا. ببین اینجا یه پل هست، از این پل میریم اینجا، میایم زیر این درخت، دوتا از این ارتیری آواتارا میاد، میایم اینجا، یه سری آیتما اینجا هست، دور میزنیم میایم روی این پل، ادامه کوئست حالا در واقع
گولد ماسک رو اینجا داریم. این تلپورت رو این پول نیست گایز، این زیر پوله. خب و از این داستان خب خیلی ایزی میایم اینجا. این لاسکریسیه که پارت قبلی فعال کردیم و اونجا هم در واقع برجیه که ما رفتیم و آخرین لژندری اینکانتیشن رو برداشتیم از توش. اینجا هم یه باس فایت داریم باز که به خاطر این بیلدمون میمیک بهترین چیزیه که میتونید سامون کنید. اینجا دو تا هم از اینا میاد، یعنی دو تا میان و این خیلی جالبه. خیلی سریع میام عقب، اینو میزنم. مرسی از میمیک، واقعا چیش کاری نمیکنید. من بیام عقب سریع گیر کنم. لیتس گو. ترکوندیمش باسه، ترکوندیم باسه، اصلا نرسید کاری کنه عزیزم. خب اینم از این. اوکی میایم این سم. اونجا جاییه که حالا قراره بریم برای آتیش زدن ارتیری که آخر این پارت میریم. احتمال آخر این پارت با فایر جاینت هم بجنگیم، ولی خب دارم میگم ارتیری و آتیش نزنید فعلا. اوکی حتی فایر جاینت هم کشتید، ارتیری و آتیش نزنید. اوکی بذارید ببینم اون یکی پول اون بره، ولی یه سری آیتم ها اینجا هست. Let's go for another item. یکیش اینجاست که بمیر. رو من که یه اتکید نموردید چرا. این از گولدن رون، یه گولدن رون هستش. یه اسپیتینگ استون 6 هم اینجا باید باشه. کوهستان گولد ماسک، یه لحظه بذارید من یه چک بزنم اینجا رو. ادامه کوهستان گولدن ماسک اینجا. برو بابا. What's up؟ هلو. یه اسمیتینگ استون 6 باید اینجا باشه. میشه باشی؟ باش. حالا اسمیتینگ استون 6 هم اینقدر گیرش نیستیم، ولی خب در کل بگردید اینجا رو دیگه. حالا یادم نیست کجاست، شدم دارم اشتباه میکنم، ولی یکی یه آیتم مطمئنم اینجا هست. بکنم بالایی کجا بودی؟ اوکی بگردید مهم نیست. خب میام اینجا با گولدن ماسک در واقع صحبت میکنیم. شاید این بود، الان میبینید همین بود. این سامبرس میگه 9ه، یه دونه 6 هم با اینجا باشه. Terrifying thought. The rhythms and calculus of the Master's finger betray a suspicion of the holism of the Golden Order, a conceit, I am afraid, that cannot be overlooked. Oh, but how could this be? I dread to even entertain the possibility. What do you mean, she? I cannot cast aside my doubts about the Master. Tell me, have I simply lost my head? Only, if the Master were true to the Golden Order, why would he think to breach this forbidden mount of fire? Doris. Oh, Master, put my mind at ease. Dispel these fearsome thoughts. I want to place my trust in you. To be your scrub. جالبه. میگم این داستان رو من میبینم یاد چیزی، یه سری چیزا میفتن. What is this? It will make me forget, you say, so that I can push aside these frightful thoughts. Would that I could. Would that I could. اگه میشد میکردم آقا، درود راست میگه بنده خدا. Would that I could. اگه قابل انجام دادن بود خب انجام میداد. و اینم از این، کاری نداریم با این دوستمونم. یه بروینز اینجا از رویند خرابه هستش و یه مرچنت هم پایین هست که میریم سراغش. باورتون نمیشه این مرچنت ست وگاباندو میفروشه اینجا. اینجای بازی ست وگاباندو میفروشه. شما ببینید چقدر آرمور قوی داره برای بازی، شروع بازی. برای همین میگم وگابوند یکی از کلاس های خیلی مرکز برای کسی که تازه شروع میکنه. خب اینجا کاری که میکنید باید در واقع اسپیریت نداریمش، عروس دریایی رو باید سامون کنید که الان میرم سراغش. قبلش بذارید بیام اینجا. نه اینجا که نه، اینجا میایم سری چون بعد بیاریمش بالا این اسپریتو میخوایمش. بعد از اینجا میریم سراغ مرچنت.
من یادم نبود اینو. بیایم داخل سورت سورت چست، داخل این قسمت و عروس دریایی میذاریم بالا، میریم از اون یکی پول میایم. یه سیر آیتم هم تو راه هست، اینا هم بر میداریم. خوبیش اینه که ما چیزو کشتیم، در واقع اون قایقه رو کشتیم و الان این آیتم ها راحت میتونید بردارید. یه آیتم اینجا بود پارت قبل برداشتیم، یه آیتم اینجا بود میتونید بردارید، یه گولدن رون دیگه اینجا میاد دو دفعه از اون اسکلت ها، یه دونه میاد، حواستون باشه نزنه بهتون. و اینم از این پول، لیتس گو. خیلی سریع دو دفعه میایم این قسمت. استار گذرز روینز. خب داره خوبخاشا رو میزن و اینجا باز میشه در واقع. و اینم از این فنسی دنس رو گرفتیم فکر کنم. آره خیلی من این دوست دارم از اون دیگه گسچر فنسی دنس چی به اون از اونا. کدوم پیداش میکنن؟ آه اینه فنسی اسپین. آه اینه، اینو خیلی من حال میکنم. نگاه کنید درسته، خیلی هم زیبا. اوکی اینم از این، بریم سراغ مرچنت. بریم سراغ مرچنت این بازی و اینجا مرچنت رو صحبت کنیم، آیتمی بخواییم ازش بگیریم دیگه. نقاشی رو پل هم راستی نرفتیم سراغش. گایز نمیرم 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 نمیرم، پلیز پلیز. نایس، از بغل باید می اومدید ولی خب من حالا شانس آوردم نمردم. نقاشی هم نرفتیم سراغش، سر یکی از همین پولا بود. اینم این مرچن، یه مشتری و بگیرید اینو، بگیرید ازش اینا رو، بگیرید ازش. و آرمور ست وگابوند رو اینجا داره که میبینید چقدر این آرمور قویه برای اول بازی، چقدر این آرمور قویه برای اول بازی که الان داره میفروشه اون مرچنت. در واقع همه کلاس ها رو میتونید آرمورشون رو بخرید از مرچنت هایی که تو بازی دادیم جاهای مختلف. و مال وگابوند ببینید کجاست، خواهم بهتون بگم چقدر این کلاس قویه. اوکی اونجا هم بدون از این بادا بود که میره پایین، کار نداریم. من سری برم رو این پول بود، رو اون پول بود، یادم نیست رو کدوم پول بود. حالا اونیاش همین هم، اینم بگیریم. اینم همونجاست که نقاشی نشون میده، کلاه بهتون میده، فقط یه کلاه گریت هود بهتون میده. و همین و همین. خب اینجا رو هم رفتیم دیگه، میخوام ببینم چیز دیگه تو این لوکیشن نمونده، یه چک بکنم. آها خب بعدش بعد بیان این ناحیه، اینجا رو بریم، اینجا فایر جاینت رو میکشیم و اینجا میرسیم که درخت ارتیری و آتیش نمیزنیم. ولی خب میایم اینجا خیلی سریع، لیتس گو. باس وایت رو اونجا رو خیلی ساده کشتیم، فکر نمیکردم بتونیم اینقدر سریع بکشیمش. میایم سراغ این قسمت. خب اینجا ببینید میخوایم بریم کجا، دقیقا اینجا میخوایم بیاییم، یعنی گوشه گوشه مپ، قسمت وست، قسمت غربی. همین مسیر رو میگیریم میریم اینجا، هم پر دست و انمی و اینجور چیزاست که کاری نداریم با ایش کدوم. اینا کشتنشون هیچ فایده ای نداره، ارزشی هم نداره، دوست داشتید وقت بذارید بکشینشون. اینجا اونیش میبینید یه تامبی اونجا هستش، اما تو مسیر یه سری آیتم ها هستش برشون میداریم. خب این از این
سری آیتم های دیگه هم اینجا هستش، حالا باز باید نگاه کنید. خب اوکی، میام اینجا و خیلی سری میریم داخل اون کومبی که اونجا هست. اوکی و اینم از این تا. اینم سخت نیست واقعا تا حدی. ببینید متاسفانه خب درست یکی از شمشیر خیلی قویه بازی ریورز آف بلاد، ولی یه سری معایب هم داره. خب مثلا توی جایی مثل اینجا واقعا هیچ فایده ای نداره، یعنی یوزلس این شمشیر. الان میبینید چرا میگم این شمشیر، این سورد خیلی یوزلسه. سو یوزلس سورد. اوکی چون ببینید قولای سنگی هن و قولای سنگی در واقع اتفاقی که میفته اینه که جلوی شمشیرهای سنگین ضعیفن، جلوی شمشیرهای سبک مثل کاتان و اینا خیلی ضعف ندارن. خب سر همونه که چی میکنید؟ این تلیسمن هم بردارید. فلیم پروتکت می که یکی از چیزاست که برای کلاس کسی که فیت بازی میکنن خوبه و جلوی آتیش خیلی قویشون میکنه دیگه. جلوی آتیش خیلی قویشون میکنه. یه دون از این دوستامون هستش که مونکه، به اینا میگم مونک دیگه. مونکا رو میکشیم. من نورم روشن کنم ببینید شاید دیده نشه. اوکی اینجا از اینجا نیاید تا بهتون بگم، فرقی هم نداره میگم از اینجا نیاید، نه که اونجا راه نداره، ولی اینجا میخوام یه راست بپرم تو این نوره. سر همون دارم میگم. آها اینجا یه دیوار نامریه. خوب شد یادم افتاد، برای همین میگفتم نپرید. و اینم از یه آیتم میگم ایش اینجا بود. خب نوره کو، اینجا باید یه نور باشه. خیلی سریع برید داخل اون نوره و وقتی میاد اینجا اینا میدونید که استام میشن وقتی میاد تو نور و شما راحت میکشید. این یکی و همین سادی. خب این گربه رو هم میتونید بکشید، باز این هم میاریم تو نور. بیا تو نور. این بالا رو هم بره حتی وقتی بیا تو نور استام میشه. بیا دیگه کامان، ببینید سریع استام میشه. فقط ریورز آف بلاد خوبیش اینه که شما از دور میتونید یه جورایی دمیجتون رو بدید که این یه موقعیت خوب براتون ایجاد میکنه که راحت اینا رو بکشید. او مای گاد مردم. بسته دیگه، نمیخوای تمام کنی این بازی رو واقعا، یا میخوای 5 بار دیگه هم برو بالا. بمیر. اوکی اینا رو من نمیکشم، یه دونه دیگه هم از اینا هستشون. وقتمون خیلی تلف میشه سر اینا، کلی هم فلاسک میدیم سرشون و هیچ خاصیتی نداره. نه اون مسیر رو هم میتونستید بیاید، ولی خب خوبیه این مسیر که من رفتم اینه که این گربه فعال نمیشه براتون. خب از این ور و این ور هم میتونید برید، ولی من نمیرم، از اینجا میریم. اوکی اینجا آتیش هست، حواستون باشه. خیلی سریع اول بیاید اینجا این آیتم رو بردارید. خب میتونید اینجا باز از قلقی که قبلا گفتم استفاده کنید، یعنی شما اینو بگیرید و در واقع از این استفاده کنید، دو دستی بگیرید که بشه یه خورد بهش و در واقع از این قلق استفاده کنید. یه مونک اینجا هستش، حواستون باشه. یه سریاش هم تو در دیوار زدیم ولی خوب شد. خب حالا میایم اینجا گایز، دو دفعه اینو در میاریم. الان متوجه میشید و اتک میدیم. خیلی عمالی علت داره این کار رو میکنم. سریع بیایم این و میشه من ببینم چه اتفاقی داره میفته تو بازی. این آتیشو خیلی بد میزنه، تو حواستون باشه. بذارید من این مانا رو پر کنم چون این قرار بکشت اونجور که معلومه. نه دیگه نوبت من بود. خب علت این که آتیشو در واقع چی کردیم،
دادیم بالا این بود که اون نوره که اونجاست میبینید اون بیاد بالا در واقع. خیلی سریع میایم آیتما رو برمیداریم، اینا از اینا که میاریمشون تو نور. فعلا هدفمون اینه. این یکی از در واقع شمشیر خیلی خوبه برای بیلد در واقع فیت. با این نور رفت الان، اونم افتاد پایین. باید اون افتاد پایین اوکی. خب اون نوره رفت، علت اینکه آتیشو دادیم در واقع بالا همون نوره بود که دیدید الان. اوکی میایم اینجا، اینم بردارید، این میره پایین در واقع. هیچی فلاسک نداریم، امیدوارم بتونیم یک کاری بکنیم. به خورده باید فلاسک مانا رو بیشتر کنیم، چون که الان بیشتر فوکوسمون رو مانا هست. این رو بدید بالا، بعد بیاید عقب. اینجا هم میبینید همون جاست که قبلا بودیم. این هم از اون بر باید باز کنید، یعنی در واقع اون رو از اون بر باید باز کنید الان بتونید. میاد اینجا ببینید، برای که این باز شه اینو دستی رو میکشید، دستی رو میکشید میاد داخل اینجا تیک آف میکنید. بعد فهمید زیبایی. یه گربه اینجا هستش که نمیکشیمش، این با خودش نور میاره و شما میتونید بذارید بیاد این گربه. بیا دیگه، بیا تو نور. استان که شد سری برید، اول دست چپ، ببین اول دست چپ رو میاید، چون من نه مانا دارم نه هیل. این قلق رو بهتون یاد میدم که خب اینجا یه فایت نسبتا سخت داریم. اوکی بذارید من این فلاسک رو یوز کنم، برای باس باید ریسیت کنیم همیشون. بریم براش. این توپ میزنه به همون. به همین سادگی اونو میکشیم. اوکی اینو برمیداریم، جاینت سیل. اینو برمیداریم که یه دونه گریت گریو گلاورت. گلاورت چی میگه اینه؟ گلورت؟ گلاورت؟ اینا. خب حالا اوکی میام اینجا، تو میتونید بپرید پایین و نمیپریم پایین، همین مسیر رو برمیگردیم. برای باس احساس میکنم باید ریسیت کنیم، احساس میکنم که 100% باید ریسیت کنیم. لیتس گو میام اینجا، اینجا رو میپریم پایین. این گربه هست همچنان، کو گربه؟ یکی نیست. آه اوکی سلام. از قدرت لایی کشیدن در این صحنه استفاده میکنیم، اینو بر میداریم و لایی دری لایه میکشید. خب خیلی ایزی میایم اینجا، خیلی ایزی برو بالا. خب و رسیدیم به باس، یعنی به این در، این شورتکات که اینو باز کنیم در نهایت میرسیم به باس فایت. اینم از این، این در الان باز میشه و اونم میتونیم بکشیم. فکر کنم برای که نوره بیاد بعد اینو بدیم بالا. یا چجوری نوره میومد اینجا؟ این نوری به هم میومد اینجا، باید این برفت بالا و همه گفتم هم. خب بیا اینجا، این هم میتونید بکشید، هیچی نداریم برای باس فایت. اوکی بیا ببینم، بیا تو نور. اولین حرکت که میکنی باید حتما این باشه، بیا تو نور. خب بالا این خیلی خوبن، اینا من از اینا خیلی خوشم میاد، برعکس اون اجدا و اینا، اینا خیلی خوبن. جور
رفتم توش، یعنی میشه میگه میشه. اوکی اینم از این در. اینجا الان هیچی نداریم ما با باس فایت بدیم. اوکی ایراد نداره، ایراد نداره. نمیخوام ریست کنم، یه راست میرم سراغ باس فایت. اینجا میخوام گزارش کنم باز براتون، لذت ببرید از گزارش. من این باسو بدونی که چیزی بزنم، البته باس سختی هم هست. میمیکو که میتونم سامون کنم، بگو که میمیکو میتونم سامون کنم. آره خدا هستی که میمیکو نمیتونم سامون کنم. لیتس گو، یه دونه هیل فقط با این باس وایت، هیچی هم مانا نداریم. برو اگرو بگی بریم چیکار میکنیم. او میمیک خودش میزنتش. من اصلا دخالت فایت اینا نمی کنم. میمیک خودت تمومش کن. بمیر بابا. میمیک اینقدر قوی شده خودش کار رو در آورد. اینم از آرمور ست این در واقع دوستمون. و این فایت هم زدیم، چقدر ایزی شانس آوردیم، نمردیم. و بریم سراغ لژندری هم که برداشتیم. بریم رست هم نمیتونیم بکنیم. این یه خورده نافرمه. همینو تلپورت میکنیم اینجا، همینو تلپورت میکنیم اینجا. خب اینجا یه لول آپ بکنیم. لول آپ 55. یه دیگه قبلا اومدیم گایز، دیگه میدونید دیگه اونجا رو که خالی کردیم. اصلا خیلی جا رو ما الان رفتیم و مانتون آف جاین تقریبا تمام شده است. خیلی چیزا مونده، اونا رو هم بریم و تمامش کنیم کامل. بریم سمت اون کلیسایی که در واقع ریورز آف بلاد رو برداشتیم ازش. حالا اون دوستانی که بر نداشتن الان میتونن این شمشیر رو بردارن. اینجا حواستون باشه کلاغ هستش که میگم ارزش نداره کشتنش، ولی حالا خورده میخوام با ریورز آف بلاد اش کنیم سر همون. همین سادگی دیگه. نفر بعدی که نیاد که دیگه، دیگه نه دیگه. اینا رو بر میداریم. همون خواستم فقط یه خورده اش کنم، دیگه قرار نبود دوتاشیم. خب اینو میاییم اینجا، یه فایت وحشتناک اینجا داریم که درگیر نمیشیم به شما. بینیم سمت این کلیسا، اینا رو هم بر میداریم تو مسیر. خب اینجا اگه شما در واقع نیومده باشید اینجا اینویدت میشید و توسط اون شخصیتی که این شمشیر رو بهتون میده بهتون حمله میشه. ولی خب ما اینجا لاسکریس هم روشن کردیم، مال اون ویدیو هست که این بیلدو زدم من داخلش. لیتس گو اینم از این و میریم برای اینجا. اول میام اینجا اینو میپریم بالا و میایم اینجا این آیتم رو برمیداریم و همینو برمیگردیم، دو دفعه تلپورت میکنیم پایین. اینجا آنلاین باشید میبینید چقدر آدم اینجا مرده اون بالاه. خیلی پریدن پایین که مثلا بیان پایین. خب اینجا یه دونه استون هست، انشنت استون هست، حالا نمیدونم سامره یا نه. انشنت دراغون اسمیتینگ استونه. اینم متاسفانه همچنان نمیتونیم ریورز آف بلاد رو لیول آپ کنیم تا آخر، با اون کار نداریم دیگه. آیتم دیگه اینجا نیست. اوکی میپریم این ور. ویت وات، این باده میره؟ باده نیست. اوکی کار نداریم. خب از این ور میریم. فایر جاینت رو دیگه کم کم داریم میرسیم بهش. داخل نورث است رو باید بگیرید. اما قبل از اینکه بریم اینجا یه لاست گریس باید باشه این پشته. حواستون اینجا باشه. خب کجا بود حالا لاست گریس؟ اوکی این برد.
او مای گاد. از در و دیوار اینجا انمی میاد، حواستون باید باشه. اینجا هاست لاست گریسه، اینجا که میره سمت باس فایت فایر جاینت. کجایی؟ کجایی؟ کجا بودی؟ یک لاست گریس اینجا هستش، حالا نمیم کجاست الان دقیقا. نباید اینجا باشی؟ ویت وات؟ بگه ببین پیداش میکنیم خیلی سریع. تایم هم داره میره. این ور که میره سمت باس فایت. اوکی این ور دیگه قطعا نیش. اوف اینجای بابا کامان. اوکی خیلی سریع میایم اینجا. اینم از این لاست گریس که اکتیوش میکنیم. میتونید بایستید رس کنید. من فقط هیل میزنم اینجا، خودم هیل میکنم. اینجا یه سری آیتما هست که دقیقا این دست بزرگ رو میبینید. یه این ور دیگه بابا. خب لول 8 به اون بده، 7 نمیخوام. خب اینو بیاید این ور. این پشته باید یه آیتمی باشه، بذارید ببینم. نه با این سگ که ما با سگ کلن کار نداریم. از اون ور باید میرفتیم دقیقا، با از این ور میومدیم. اینیاش. خب اینم از این. حالا اینو برداشتیم، حالا قسمت نورث ایست، یعنی مسیر نورث ایست رو میگیرید میرید. همینجوری یک گولدن سید اونجا هست. گولدن سید هستش که ورش دارید. خب این از این، این از این آیتم هم اینجا هست که دیگه واقعا به کارمون نمیاد الان، انقدر داریم ازش. ولی خب برش دارید. شارده این مسیر رو بگیرید، حواستون باشه این داره ما رو میزنه. بازم همین مسیر نورث ایست رو بگیرید، اون آیتم رو بردارید. ولی اون جاینت رو حواستون باشه، اونم از اینا پر میکنه کلتون. این هم آیتمه، بردارید. اونم آیتمه، میبینید اینجا آیتم زیاده، ولی حواستون باشه اون نخوره کلتون. همچنان نورث ایست، همچنان همین مسیر رو میگیریم بریم نورث ایست. اوکی تا برسیم این مسیر باریک. میایم اینجا، لیتس گو. اینا رو برمیداریم دیگه. همین مسیر رو باز میرید، حواستون باشه نیافتید اینجا پر دسته. ببینید الان دیگه اومدیم سمت چی؟ بالا اون چیزه رو میبینید دیگه، مقیاسه رو. اون نورث ایست که میگم منظورم بالاست دیگه. خب اینا رو میکشید و تلپورت اگر بشید. نمیشه دیگه متاسفانه، این دوستان رو نمیذاره. نه دیگه قرار نه این چی کنیم دیگه، من رو نابودت خواهم کرد. اوکی و آیتم بده. البته میتونی تلپورت کنید، ولی یه سری آیتم هم بکنم مونده. بذارید من اینو بردارم بیا پایین از دست. نده خب 8 بده، من 8 میخوام الان. البته 8 زیاده ها، بعدا برمیداریم. تو پرامازولا پر اسمیتینگ استونه، ولی حالا کلی میگم دیگه. اوکی بیایم اینجا، بیایم اینجا. آنتون آف جاینت هم تموم شده گایز، فقط باسش مونده تقریبا. و آتیش زدن درخت ارتیری که آتیشش نزنید، چون تا آتیشش بزنید آلتوس خیلی از آیتماش رو دیگه نمیتونید بگیرید اگه چیزی مونده باشه. اینجا من میام چون شاید یه سری آیتما مونده باشه، دارم بگردید دیگه. خلاصه اینجا رو مثل من بگردید، چون من الان یادم نمیاد اگه آیتمی هم مونده باشه. داخل دهن این شاید آیتم باشه، میدونید. خلاصه که بعد بگردید دیگه. کی حالا اونم از اون. او مای گاد، بذار من با توی صحبتی کنم چی میگی تو.
خیلی HP داره. اوکی اینجا نباید یه چی به ما بدی به مناسبت کشتن این؟ میخوام ببینم آیتم دیگه این نمونده چون ما اینجا کار نداریم، ولی خب مطمئن بشیم بدی نیست. اوه نرفتی پایین. آیتم که مطمئنن مونده، ولی خب میخوام ببینم کجاست. اینا خب رره این گولا، ولی خب دیگه چی؟ همین. اوکی کجاییم؟ اوکی دیگه حالا اینجا میتونید بگردید، اگه آیتم بود بردارید. حالا من باز یه نگاه دیگه هم میندازم از این بالاه. اوکی فکر نمیکنم چیزی باشه. بریم سراغ باس فایت. قبل از اینکه بریم سراغ باس فایت بریم داخل آلتوس، یا یه سری استوم سورد کیو اینا مونده اونم برداریم. از پارت قبلی جا گذاشتم، شاید شما برداشته باشید، من بر نداشتم، میخوام نشونم بدم باس توی چیز. بیام داخل آن گراند بود ساید، نه این بالکونی بود، از این راه داره یادم نیست، از اینجا یادم نیست. الان بریم چک کنیم سر این آیتم هم جا مونده قبل از که بریم سراغ باس فایت. اوکی آره همینجاست. خب شب هم اومدیم اوکیه، ولی میپریم این و میپریم اینجا، خیلی سری میایم این و اینو میریم. اینجا رو من نیومدم، یه سنسورکی جا مونده بوده. ماشاءالله اینو باز میکنیم. نسبت به دمیجای اونجا ببینید چقدر فرق دمیجاشونه الان. اوکی میام اینجا، سری آیتم اینجا هستش میتونید بردارید. اینا با جامپ اتک یه اتک میخورن. این هم هست، این هم بردارید. اسون سورکی هم برداشتیم. این هم شورتکاتیه که میره برمیگره همون بالا. این هم بریم. لژندری اینجا رو از دست دادید گایز، این لژندری که داخل لیندره میسبله 60 بار گفتم تا الان. خب این هم از این، این هم برگشتیم همونجا، کامل هم چیزی نمونده. یه دونه چیز هم بود اونم چک کنیم. میخوام قبل از اینکه فایر جاینت رو بکشیم اینا رو همه رو چک کنم تو واک ترو باشه. همینجا دقیقا این تلپورت بود، وست کپیتال رمپ لور کپیتال چرچ بکنم اینه. یه نردبون هم اینجا هستش، اینم بریم چک کنیم، میخوام چیزی نمونده باشه. میگم چون آیتم ها زیاده اینجا، یه ست هم آرمور ست هم برداشتیم. اینجا هم از این اومنا هست، ببینیم اینو چی کار میکنه. ببینیم ستا میکنه، حواستون باشه دیگه، بس همون ستا بس. بذار من این روشن کنم، شب نباید میمانم، ولی خب حالا این اردبون هم بریم چک کنیم و بعدش بریم سراغ فایر جاینت. چون میدونم اگر درخت ارتیری آتیش بزنید دیگه خیلی از اینا رو بر نمیده، البته الان آتیش نمیزنیم ولی خب کلی میگم. جام ها اوکی. خب برمیگردیم داخل این قسمت و میخوایم بریم سراغ فایر جاینت. یه باس سختیه، سخته واقعا و چالش برانگیز نمیشه گفت، ولی باس سختیه. خب اینو باید بریم بالا. خب و اینکه باید دقت کنید دیگه برای کشتنش، باید خیلی دقت کنید. اتک های تو مخی داره، ممکنه در جا بکشتتون. کلن خیلی تو مخیه باس فایتش. Let's go بریم ببینیم چیکارش میکنیم. باس سختیه اونیاش و بریم ببینیم چیکارش میکنیم. میمیک من ترجیح میدم چون با این بیلدم بهتره. شما میتونید اون اساسینزا رو اینجا بیارید چون من خیلی آفینم. اینه که دارم میگم این باس تو مخه. حالا میپریم پایین و لیت کن. دمه ایچی که بهش میزنیم و میبینی چی کارش کردیم گایز. این بده، این خیلی بد میزنه. یه دونه آروم میاد، یه دونه بعدش تون میاد. بزنیم پشت این سنگه میشه تا
پاور گرفت. این بزرگ است، این هم اونی که سری میزنه. حواستون باشه. اوه 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 تو آتیشه بری تاون مردیم و همین مسخرگی. ببین چیکار کردیم ایچ میشه ولی گاید چقدر سریع ایچ میشه بردیم. نه مردیم رفت فیز دو میمیک زدش بردش فیز تو گاید، یعنی زنده موندی. نمیدونم خیلی جالب میشه اگه این اتفاق بیفته چون یو ددو ننوشت. باسه که باید تمرین کنید سرش، باسه سختیه، چند بار باید ترایی بدید تا دستتون بیاد، ولی مردیم بکنم. میمیک بردش تو سینماتیک ولی فکر کنم بیایم از سینماتیک رو مردیم. به فیسو فیسو شبیه چیزای ناراتوه گفتم مردیم. میمیک بردش فیز دو مردیم. خوبیش اینه که دیگه این سینماتیک رو نمیبینیم، ردش میکنم و باس سختیه فایر جاینت. این هم دارم نشونتون میدم تو واک تورو اینه که خب ببینید حالا حتی باس سخت هم میشه. یه سری از باس ها رو من خیلی کم پیش میاد بگم باس سختیه. فایر جاینت هم یه از اون باس هاست ولی خب سختیش اونجوری غیر ممکن هم نیست. دیدید که چقدر ازش میشه کم کردیم با این بیل. همینجا من میمیک رو اسپام میکنم. نه باید گیر میکنم اونجا میمیک. برم اول رونم رو بردارم همه چی میمیتر عالی. میمی کجایی برسون کنید مردی دا این درجا میکشد. چی شد؟ کامان خب من یه خورد سوکی دونم هم تمرکز میکنم گایز. باسه واقعا تو موقعیه. او مای گاد تو آتیشم. میمیک چیکار داریم؟ میمیک هلو میمیک. او مای گاد زد اصلا آسفالت میکرد. میمیک اصلا نیست کلا، فکر نکنم دمیج داده باشه. بری بابا کامان بذارید میمیک اگروش کنه. من نمیدونم پلنی داره میمیک برای لخره رسیدم به پاش. مردیم وای. من چقدر این باس بدم میاد، یکی از باس های سخت بازیه. یه بار دیگه هم ترای میزنیم سرش. بعد ترای بزنید دیگه، انقدر بعد ترای بزنی تا بمیره. من اگه خیلی دم طولانی میشه ترایام چی میکنم؟
میبینید هم در میره دستتون باز کنید متاسفانه، هم تو مخه واقعا بازش، یعنی یکی از فایت های واقعا نچسبه، مزه ای هم نمیده، اینقدر مسخر است این باز فایت، یعنی خیلی مسخر است، مکانیک بی خود، فایت چرت واقعا هیچی نداره، حداقل من سلیقه است، من حال نمیکنم، یعنی چالشی نیست که مزه بده، مثلا نیملس کینگ نیست، یعنی چالشی بی خوده، بی منطقه، مثلا نیملس کینگ خیلی باحاله، آدم هیچ میگه خوش فایت میده، مثلا نیملس کینگ که یه دونه است، کلا تکرار نشدنیه، سری واسه توی چیز بازی میاد که جاودانه میشن، یکیش نیملس کینگ، یکیش آرتوریوس چیه، اون آرتوریاس چیه، اینا واقعا جاودانه میشن تو بازی میازاکی. تو شما نمیبینید باز چی کار داره میکنه، از این ور میره اون ور، از اون ور میره این ور، مردیم. علت این که میگم این باز چرت همینه، اصلا هیچ منطقی نداره، شما نمیدونید دارید با چی فایت میکنید، یه دفعه چی میاد کلتون، یه چی میره اون بر، او مای گاد، او مای گاد، فیز دو اینو دیدیم سینماتیک، شما رد میکنم سریع، فیز دوش هم چرت آفه مشکل یکی دوتا نیستی، او مای گاد مرده بودم، فایر جاینت مسخره واقعا، حرفی ندارم اوج مسخره بودن شما رو ببینید، قلی میخوره میره اون با اصلا میمیک پوکی چی بود اون لحظه ترکی میشه بمیری هی 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 چون نمیمیره گایز نباید بمیری اوکی فهمین سختی میمیره، عجب واسه چغره بد بدنی بود واقعا، اوکی اینم از این باس، وای چقدر تو مخی بود، باز من رونت دست دادم یا نه، اوکی بریم این رونم برداریم و اینجا پارت جمع کنیم، آه چقدر تو مخی بود واقعا گایز، باسیه که من خیلی بدم میاد ازش، خیلی باید چیز کنید اینو ترای بدید روش اگه بار اولتونه، باس ساده ای قطعا براتون نخواهد بود، باسش میگم تا الان دو سه تا باسو من گفتم چالشیه، والا حتی سر رادان هم من نگفتم چالشیه، حتی اگه نرفم نمیشد بازم نمیگفتم رادان چالشیه باسش، چون راحت میشه زدش رادانو، خب ولی این نه، این چالشیه چون بی منطقه، در واقع اون باسی که قبلا گفتم حالا یادم نیست کدوم بود، یه دونه دیگه هم گفتم، گفتم چالشیه، یکی اون بود که توی در واقع قسمت بالای چی بود اسم مپورم یادم رفته، لیورنیا بود، آها قسمت بالای لیورنیا بود رو تپه، خب گایز رسیدیم اینجا، خب اینجا شما میتونید با ملینا حرف بزنید و بیاد باهاتون صحبت کنه و در واقع اینجا آتیش بزنید درختو، ولی این کارو نکنید، اوکی تاکید کردم که بدونید،
دو لول اندورنس سبم اندورنس میگم. خب پس این کارو نکنید گایز. اوکی اینیا ببینید من نشونتونم میدم اینیاش صحبت نکنید باش. درخت ارتریو اینجا آتیش میزنید. خب گایز همینجا پارتو تمام میکنم. زیاد مردیم سر فایر جاینت، دو بار مردیم دیگه. آره در کل امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه و تا ویدیوی بعدی پیس.